سلام بچه‌ها، منم بالاخره پست چجوری سفر مقرم به صرف به کشور عراق داشته باشین رو براتون بگیرم. بی مقدمه میرم سر اصلم. اصلا توی تجربه که توی این چند سال به دست آوردم، البته تو ایام شروع مثل شعبان و اربعین، اگه خودتون شخصی سفر کنید خیلی خیلی کم هزینه تر سفر با کاروان میشه براتون، چون تو این ایام هم اسکان رایگان هست، هم غذا که تو قسمت‌های بعدی جای اون اسکان ها رو بهتون میگم. البته تو ایام شعبان ما با خودمون احتیاطا کنسرت هم آوردیم، چون حالا بچه با همون بود و اینا، ولی شما میتونید هیترهای مسافرتی و مواد غذایی کمجا بیارید که حتی بتونید خودتون هم غذا درست کنید. در مورد بچه ها، سفر کردن با بچه های زیر 6 ماه به خاطر اینکه صرفا شیر میخورن و بالای 1 سال برای اینکه قطعه سفره رو میخورن خیلی راحت تره، ولی اگه حالا بچه ای دارید که نیاز به غذای کمکی داره، میتونید تو سفر از سرالاک ها سلیقه طبیعی استفاده کنین، یا حتما با خودتون هیتر مسافرتی داشته باشین که سوپ فوری براش آماده کنین. به خاطر حالا شرایط متاسفانه فعلا مرزهای زمینی مسدودن، ولی اگه بتونید ویزای زمینی تهیه کنید خیلی خیلی به سفرتر میتونید سفر کنید، خیلی. ولی اگه نشود میتونید از چارترهای هوایی استفاده کنید. اسکان رایگان هم برای زائرها تو ایام اربعین خیلی زیاده، اصلا مشکل از بابت اسکان ندارید و همچنین غذا. ولی تو ایام شعبان حسینی امام رضایی تو نجف و چند تا موکب و حسینی مختلف تو کربلا تو شاره های مختلف، اصلا یکیش شاره شهداست، میتونین از اسکان رایگانشون استفاده کنید. ولی به هر حال تو همه این شهرها باید روحیه جمع پذیریتون رو ببرید بالا که هم بتونین یه سفر خیلی پربرکت داشته باشین، هم خیلی مقرون به صرفه.